صنعت موسیقی که در لس آنجلس تولید میشه نزدیک به 30 ساله با وجود مشکلات دوری از ایران دووم آورده. مردم داخل ایران نمیتونن با خریدن سیدی اصل و رفتن به کنسرت از این هنرمندا حمایت کنن. برای همین خواننده‌های ایرانی باید به بازار محدود خارج از ایران چشم داشته باشن که مخارجشون تأمین بشه و بتونن به کار هنریشون ادامه بدن. ما داریم با زور 2 میلیون نفر سعی میکنیم 70 میلیون نفر رو راضی نگریم، چون مخاطبینی که ما باهاشون در ارتباط کاری هستیم و درآمد برای موزیک اینداستری ایرانی دارن، این 2 میلیونی که خارج از کشورن دیگه متوجه هستیم چی میگم؟ تو نیستی و شب اومده، بدون تو حالم بده، دوباره به سرم زده بیخوابی، بیا ببین شکستم و کاشکی بگیری دستم و گرفته جون خستم و بیتابی، نبودنت مصیبت، یه ترس بی نهایت منو گرفته، وحشت تنهایی، آشفتگی تو صدام، کاش خودتو بذاری جام، فقط همین مونده برام رسوایی. اما این روزها با همه‌گیر شدن اینترنت و رواج دانلود غیرقانونی موسیقی، این درآمد محدود فروش آلبوم هم به خطر افتاده، چون که این روزها میشه به راحتی آلبوم هر خواننده‌ای رو مجانی روی اینترنت پیدا کرد. مثلا امروز من تونستم ظرف 5 دقیقه آهنگ جدید منصور که قرار 2 ماه دیگه به بازار بیاد رو روی اینترنت پیدا بکنم، دانلودش بکنم، روی یک سی دی کپیش بکنم که بتونم تو ماشین بهش گوش بدم، البته با اجازه منصور. شرماوره، لحظه به لحظه بدتره، بی تو به سختی میگذره، باهده تو نیستی و شب اومده، بدون تو حالم بده، دوباره به سرم زده بیخوابی، بیا ببین شکستم و کاشکی بگیری دستم و گرفته جون خستم و بیتابی، یه ترسه بی نهایت منو گرفته، وحشت تنهایی، آشفتگی تو صدام، کاش خودتو بذاری جون. فروش موزیک از 5 سال به این طرف فکر کنم از نصفم پایین اومده. سیدی هر وقت در میاد، همون روز اول که میره تو سایت، هر کس گیرش میاد همونجا سرش میبره، فوری کارش میکنه و دیگه احتیاجی نیست که بیاد بخره. این مشکل بزرگ موسیقی الان، هیچ کاری هم نکرد، تکنولوژیه. چون اگه یه دونه هم حداقل بخره، یه دونه مثلا دوتا تو خونهشون کپی کنم، میگیم یه دونه خریده، ولی اونی که اصلا نمیخره از سایت برمیداره، اون دیگه اصلا بزرگترین خیانته برای هنر. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. البته همه سایت های دانلود موسیقی غیرقانونی نیستن. یکی دو سایت به طور رسمی با شرکت های پخش و خواننده ها قرارداد بستن که به صورت قانونی آثارشون رو به فروش برسونن و امیدوارند کم کم مردم به جای دانلود غیرقانونی به خرید قانونی موسیقی عادت کنند. فرقی ما یه جوری هست که مثلا خیلی دلمون خواهد شده مجانی هر چقدر گرفت بهتر برای ما، و دانلود کردن خیلی اصلا نمیدونن که غیرقانونی هست، فکر میکنن که خب من تو اینترنت پیدا کردم دیگه، غیرقانونی که نباید باشه. بعضی ها هستن که دلشون میخواد موسیقی قانونی بخرن، و اگه مثلا به مردم بتونیم توضیح بدیم و بهش نشون بدیم که چقدر راحتی میشه این چیزا رو خرید، فکر می‌کنم که امیدی هست. از دانیم از همجا بگیم. همه ی خواننده ها یه عده طرفدارای پراپا قرص دارن که حاضرن هر کاری واسه خواننده مورد علاقه شون بکنن. ولی این مسئله همه‌گیر نیست و خیلی وقتا حتی این طرفدارها هم حمایت جدی از خواننده مورد علاقه شون نمی کنن. مثلا آخرین آلبوم داریوش توسط طرفداراش 1 هفته قبل از انتشار رسمی لو رفت و روی اینترنت منتشر شد. برگرد به برگشتن از فاصله دورم کن. مشکل جهانیه این الان، مسئله صاحبین سایت های مختلف که خیلی بی تفاوت، خیلی بی خاصیت این کارو میکنن، فقط به عنوان یه رقابت از یک سایت دیگه سعی میکنن بازیای این کارا رو بکنن. یه ذره
دوستانه نیست، یه ذره عمیق نیست، یه ذره خودخواهانه است، یه ذره جاه طلبانه است که این کارو میکنن، که امیدوارم به مرور یاد بگیرن این بخش آموزشی رو بگذرونن. شب آغاز هجرت تو. با توجه به ضربه‌ای که موسیقی پاپ خارج از کشور داره از دانلود موسیقی میخوره، به نظر میرسه اگر برای این مشکل راه حلی پیدا نشه، به زودی به جای اینکه طرفدارها با آهنگ مورد علاقه شون گریه کنن، باید برای مرگ کل این صنعت اشک بریزن.